زمین های تحت کشت زعفران یا طلای سرخ اینجا در ولایت بلخ، هرچند این گیاه در سالهای پسین یکی از محصولات مهم و با ارزش زراعتی کشور بوده و همواره در جهان جایگاه خاص پیدا کرده، اما امسال برخلاف گذشته حاصلات آن کاهش یافته است. و در پروسه کالم دیر اصول نخو او خاصل هم واقعسته او سکل اصل دمانگی چیانسته ده او دقیقان کوتم هم پاسمان ده و قلبه هم پاسمان ده قشوه هم پاسمان ده هیچ که محصلات منگونه لیل دیجانه نتیجه نسته ده. کاهش حاصلات زعفران بیشتر از دهقانان، زنان و دختران را که سرگرم کار بودند متاثر کرده است. این زنان میگویند در سالهای پسین کار در مزرعه زعفران نتوانستند مشکلات اقتصادیشان را رفع کنند. امسال نتونستیم حاصلات خوب را به دست بیاریم، به خاطر از ما کار ما کم شد، چون حاصلات اگر کم شود تقاضای بازار کم شود کارم کم میشه و از وقتی که حاصلات کم شده ما مدت ده هفته یک روز یا دو روز اینجا حاضر میشیم، اما هفته‌ای که ما ماش میگیریم ده هفته یک روز دو روز او کفایه روزگار ما نمیشه. باشه درآمد ما خوب در میشه و میتونیم در فامیل ما به کمک کرده بتونیم. اگر کار اینجا کم باشه ماش ما هم کاهش میاد و روزانه هر روز بیاییم و اگر کاهش پیدا کنم ما هفته یک بار میاییم، هفته دو روز میاییم. در همین حال برخی از تاجران نیز از کاهش بازار فروش این گیاه شکایت دارند. از حکومت میخواهند که برای این محصول زراعتی بازاریابی کنند. زمینه صادرات در مثلا بر تاجر مساعد بسازند، تاجر رفت آمد داشته باشه، ویزا داشته باشه، مرز باز باشه، ولی محصولات خود با آسانی به بیرون از افغانستان انتقال داده بتونه و طبعا با هر قیمت باشه از دهقان خریداری میکنه، ولی در پهلوی دهقان استاد میشه و دهقان حمایه میکنه. با این همه ریاست زراعت و مالداری بلخ با تایید این مشکلات میگوید که در تلاش پیدا کردن راه حلن و تاکنون با شماری از دهقانان نیز همکاری شده است. ریاست زراعت همیشه تلاش میکنه که تمام دونارا و کسایی کمک میکنه برش پیشنهاد بده تا زمینه کمک برای دیاقین فراهم بسازه. ما با می تب و تلاش ریاست زراعت ما توانستیم که 18 قلم جنسی مورد ضرورتی محصول زعفران یا مزرعه زعفران به 1250 نفر دیاقین در سطح ولسوالی ولایت بلخ توزیع شود. بر اساس آمارها در ولایت بلخ بیش از 120000 هکتار زمین به کشت زعفران اختصاص یافته و ولسوالی های دولت آباد، دهدادی، چهاربولک و ولسوالی بلخ از ولسوالی هایند که در آن دهقانان زعفران کشت می کنند.